سلام و عرض ادب دارم به تک تک عزیزان خوش اومده هستین آمین که با این پرستش فوق العاده عالی که حضور خدا رو مطمئن هستم تک, تک, تک تون تجربه کردیم بقیه ساعت ما جلسه عبادتی ما مبارک و برکت یافته است آمین نه به خاطر اینکه موعظه عالی خواهیم شنید یا پرستش عالی داشتیم بلکه چون عیسی خداوند ما امروز زنده است و بین ما میخرامه هر روز زنده است آمین فرخنده روز رستاخیز مبارک منجی عزیزمون عیسی مسیح خداوند به شما باورمندان به شما نجات یافتگان مبارک باد آمین شکر عزیزان چیزی که امروز از اهمیت خاصی برخورداره که تک تک ما به قوت روح القدس آگاهانه و آمدانه مرکز توجه و تمرکز خودمون رو بر ایسای قیام کرده بگذاریم آمین مسیح از مردگان برخواسته قلب او در چنین روزی عزیزان در دنیای مردگان شروع به تپیدن کرد میلیون سلول مرده او شروع به زنده شدن کرد میتونید تصور کنید شنبه خاکستر به رساخیز و عروج خداوند ما تبدیل شد جهانی تازه خلقتی تازه از خاکسترهای شنبه شنبه که پر از ناامیدی و یس بود زاده شد به وجود اومد آمین نمیدونم امروز در چه شرایطی هستین عزیزانی که از طریق رسانه‌ها به ما پیوستند، نمیدونم در چه شرایطی هستین شاید با یک رنجی عمیق بحرانی ها کمبودی غیر قابل توضیح که از گذشته ها مثل این بارهای سنگین اون خاطرات شفا نیافته داریم دست و پنجه نرم میکنیم داریم حملش میکنیم میخوام بگم عزیزان با قاطعیت قوت نام عیسی مسیح هر وضعیت محدود کننده که الان هستین توش یا تجربه کردین یا خواهین کرد چه از نظر روحی چه از نظر روانی میتونم بگم چه از نظر جسمانی یه جور رویارویی با مرگ نیست یه جور رویارویی با ناامیدیه ولی قیام عیسی مسیح خداوند پیامش اینه که نمیتونه نمی حیاتی تازه قوتی تازه در جهان روح و روان و جسم ما دوباره به وجود بیاد چرا چون عیسی مسیح خداوند بر هر مرگ و یس و ترس و ناامیدی غلبه کرد و امروز کلیسای او خوانده شده که غلبه کنه آمین چون مسیح به راستی از مردگان برخواسته و چقدر عالی از که کلیسا بدونه کلیسا بدونه و هر روز براش روشنتر بشه که ماهیت و هستی کلیسا و ایمان تک تک ما مثل یک تنابی میمونه که به قیام عیسی مسیح وصله اگه خدایی نکرده اگه این تناب پارشه شه در زندگی ما ایمان ما به قول پولس رسول که در اول قرنتیان باب 15 آیه 14 میگه اگر مسیح بر نخواسته باطل از ایمان شما باطل از همین الان وعز من وعظ واعظین اگر مسیح از مردگان بر نخواسته همگی ما چون شهود کذبه هستیم و از جمعی مردمی که مسیح رو ندارن عزیزان از ناتوانتر و بدبختریم و همین الان داریم در گناهان خودمون دست و پنجه نرم میکنیم لیکن بلفل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده آمین در صدر مسیحیت وقتی واعظی میگفتن مسیح از مردگان برخواسته تمامی جماعت میگفتن حقیقتا برخواسته میخوایم با هم اعلام کنیم حقیقتا برخواسته حقیقتا مسیح خداوند از مردگان برخواسته این یه اعلام خیلی قویه عزیزان و این کار ناپذیره در زندگی های ما چون واقعی مهم و بنیادین رستاخیز عیسی مسیح از آن چنان حقیقت نیرومندیه که حتی آنهایی که در طی اعثار در طی زمانهای بسیار پر از اداوت بودند پر از دشمنی بودند و تلاش کردند که حقانیت قیام عیسی مسیح رو زیر سؤال ببرند تک تکشون تاریخ میگه به زانو در اومدن ولی هرگز و هرگز پایه های محکم قیام عیسی مسیح خداوند ما به لرزه در نیومده و فرو نریخته آمین, آمین. چرا اینو میگم به دلیل اینکه امروز هم تمامی نشانه ها تمامی نتایج حیرت انگیز قیام عیسی مسیح در بدن مبارکش قابل رویت عزیزان شاید یه موقع یادمون میره شاید یه موقع ها عادت کردیم به زندگی هایی که بعد از عیسی مسیح چه تحولاتی توش شده ولی همه میتونیم شهادت بدیم وقتی تولد تازه پیدا کردیم انسانی که در گذشته در گناه، تاریکی، استارت، ترس، کینه، نفرت زندگی میکرد با تولد تازه با وست شدن به مرگ و قیام ایسای مسیح انگار نسبت به حالت گذشته یه جوری مرده دیگه نمیتونه مثل گذشته زندگی کنه و در حیاتی تازه بلند کرده میشه آمین عزیزان من ایمان دارم که تجربه کردین هرچند کماکان پری این تحولات عظیم رو در بازگشت خداوند ما عیسی مسیح هممون همه ما باورمندان تجربه خواهیم کرد. سی اس لویس، نویسنده مشهور ایلندی یک جمله خیلی زیبایی داره در مورد قیام عیسی مسیح. میگه دنیای ما دنیایی است که آفرینش تازه به وسیله رستاخیز عیسی مسیح خداوند در اون تزریق شده. جهان ما به بیانی مثل رحمیه که با آفرینش تازه بارور شده کلام خدا در رومیا میگه یه روزی اون جهان تازه به کاملیت دیده خواهد شد که آسمان و زمین جدیده چون که مسیح بلفل عزیزان حقیقتا از مردگان برخواسته اما اعتمالا نمیتونیم او رو در آغوش بگیریم یعنی به طور جسمانی حتما نمیتونیم در آغوش بگیریم نمیتونیم او رو محدودش کنیم ما نمیتونیم از او یک قهرمان بسازیم و تا چند چندصد متری اورشلیم رو چراغونی کنیم یا جلجتا رو مرکز زیارت بسازیم و دورش بچرخیم مخصوصا ماها که از زمینه اسلام اومدیم عزیزان برای همین چون نمیتونیم خدا رو شکر این کارا رو بکنیم خیلی سخته که زنده بودن عیسی مسیح رو به سهولت باور کنیم مگر در ایمان و با دخالت روح قدوس الهی اما او ساکت و آروم عزیزان در روز یک شنبه در حالی که دولت روم در قبر خداوند رو مهرموم کرده بود و در لابلا یک کفنی محکم بسته شده بود. اون موقعی که افراد که فوت میکردند، مخصوصا عزیزان کسی که عیسی مسیح رو داشت دفن میکرد با مواد مخصوصی او رو تطهین کرده بود و این مواد انقدر سخت میشد انقدر سفت میشد که مثل یک پیله پلاستیکی پلاستیکی سخت اون مرده رو در بر میگرفت ولی روز یکشنبه صبح عزیزان او تمپوش سخت مرگ رو از هم درید و بر مرگ و قبر زفر پیدا کرد برای همین کلیسای خداوندش کلیسای عزیزش امروز زفرمندانه و فاتحانه میتونه اعلام کنه که این مرگ نیش تو کجاست و این قبر زفر تو کجاست چون عیسی مسیح قیام کرده تازه از این قسمت مهم نبوده قسمت مهمش اینه که عیسی مسیح فوری صعود نکرد بلکه چهر روز با شاگردان به طور عینی نه به طور شبهگونه ملاقات کرد در مورد حقایق آسمانی با اونو گفت و شنود کرد با برهان قاطع به اونو ثابت کرد که او از مردگان برخواسته این خداوند زنده تا ابد در بین ماست اینو به شاگرداش گفت تا قوت قلب بگیرن نه فقط شاگردای اون زمان بلکه تک تک ماهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم خداوند زنده با ما هست آمین قیام عیسی مسیح عزیزان یک تجربه برای کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن یک تجربه فقط هپروتی نیست که ما فکر کنیم که عیسی مسیح قیام کرده یک تعلیمات صرف نیست که فقط الان تعلیم بدیم یک اصل دفاعیاتی نیست که ما دفاع کنیم نیازی به دفاع نداریم قیام عیسی مسیح یک تجربه وجودیه یک تجربه روحانیه یک تجربه واقعیه عزیزان یک تجربه شخصیه انقدر واقعی انقدر شخصی که وقتی شاگردان عیسی مسیح با او ملاقات کردن، او رو تجربه کردن، صدای او رو شنیدند حضور او رو لمس کردن، تمامی جهان رو رو به مسکون رو با خبر خوش نجات عیسی مسیح متحول کردن و تک تک اونا با خوشی با خوشنودی جان خود رو برای عیسی مسیح دادن. اما امروز به طور خاص با همدیگه میخوایم ببینیم که قیام عیسی مسیح چه تاثیرات دست به نقدی شاید بگیم با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه نیست میخوایم ببینیم چه تاثیرات دست به نقدی در زندگی روزمره من و تو داره آماده هستین اول در یوحنا انجیل یوحنا باب ده آیه ده اولین تاثیر قیام عیسی مسیح رو داره اشاره میکنه من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند البته اولش میگه دوز نمیاد مگه اینکه به دوزه هلاک کنه نابود کنه اما من آمدم عیسی مسیح میگه تو شما حیات بیابین و آن را نه فقط یه حیات اندک بلکه زیادتر از حیات به حیات از قوت به قوت تجربه کنید اون نعیمت که یه دینی به ما بده یه دین تازه اون نعیمت که مقررات مذهبی برای ما بیاره یه پیامبرانی بفرسته و اعلاناتی به اونا بکنه که یه مسکنی برای ما باشه چون اصلا عزیزان نیاز انسان اینها نیست مقررات مذهبی نیست آین و مذهب نیست دین نیست دین و مذهب مثل یه زنجیریه که به دست و پای انسان بسته میشه همون دوزیه که میاد حیات رو بدوزه همون یه ذره حیاتی هم که داره نابود بشه عیسی مسیح اومد تا یه حیات وافر به منو تو بده و امروز بسیاری از مردم در دنیا حیات ندارن یعنی بدون عیسی مسیح حقیقتا حیات حقیقی وجود نداره نمیدونم چقدر شنیدی خیلی شنیدی من که خیلی شنیدم حالا چطور عزیز جان ای زنده هم. نیست این حقیقت زندگی یه انسانیه که بدون مسیح زندگی میکنه ای ام و کتاب جامعه باب یک چقدر زیبا به این دلمردگیه انسانی که خدا رو از صحنه زندگیش بیرون گذاشته و هدف خاصی تو زندگیش نداره توضیح داده میگه زیر این آسمان هیچ چیز تازهی نیست همه چیز پر از خستگیه باطل و عباطیله حتی تمام کارهایی که انسان میکنه انگار به دنبال باد دویدنه تکرار مکرراته از این کلمات چی به ذهنتون میاد از اون دل مردگی ای زنده هم. نیست ولی عیسی مسیح دو هزار سال پیش حیات وافر حیات فراوان به انسانی که فاقد حیاته و پر از کسالت و دل زد... دلزدگیه زد... دل هدیه داد و امروز حیات او در دسترس من و توست و تمام انسان هایی که او رو با ایمان میپذیرن عزیزان کاش خودتون امروز این تصمیم سرنوشت ساز رو بگیرین و خودتون بچشین و ببینین حقیقتا خداوند در عیسی مسیح چقدر نیکوه و چقدر حیات بخشه امروز حیات او در دسترس عزیزانیه که فاقد حیات حقیقی هستن دومین تاثیر رستاخیز عیسی مسیح از آن این که به ما قوت میده نمیدونم چقدر تجربه کرد من که فراوان و به تکرار تکرار زیادی رو تجربه کرد ما در سفر سخت زندگی نیاز به قوت داریم حتی ما ایمانداران ازان تمامی انرژی خودمون رو از دست میدیم اون قوت عاطفی و روحی خودمون رو از دست میدیم و اون تجربه های رنگ رنگی که توی زندگی ما میاد من خودم گاهن یا بیشتر موقع این طور بودم یه موقع موجی از قوت مثل یه تون بادی احساس میکنم در من داره جریان پیدا میکنه که اینگاه قوت شو دارم به جای ده تا خادم خدمت کنم ولی گاهی هم که خیلی شده به قدر خالی و توهی میشم که فقط میخوام خودم قایم کنم توی پستویی و از قوت مافوق طبیعه او قیام او فقط سوخگیری کنم در دنیا منابع خیلی زیادیه کتاب های روانشناسی الان که دیگه پر شده فرمول تلقین درمانی چجوری عزت نفس تو حرمت نفس تو بالا ببری تا به انسان ها بقبولونه راهکارهایی وجود داره که انسان قوت بیابه نیرو بیابه اما اون اومد عزیزان در ضعفهای بسیار ما قوت قیام خودشو بریزه پولس در رساله پرقدرت و آسمانی خودش برای تک تک ما اینطور دعا میکنه که دعا میکنم که قوت قیام مسیح اون قوت قیامی که در مؤمنین هست روح القدس بشناسیم این قوت رو این قوت کدوم قوته عمل مقتدرانه روح القدس عزیزان همون عمل مقتدرانه ای که عیسی مسیح خداوند رو از مردگان برخیزانید و بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت قوت این دنیا ریاست غم و اندوه و ترس مرگ قرار داد و کلیساشو با خودش بلند کرد در زندگی های ما حوادثی پیش میاد که قوت روبرو شدن با اونو نداریم ازدواج های ما رابطه های ما مورد تهاجمات قرار میگیره مشکلاتی برای فرزندان ما یک دفعه مثل قارچ یک شبه بیرون میزنه بیماری هایی میاد که یه موقع واقعا حتی از توضیحش آجزیم از همه اینا بگذریم مدت از وضعیت کشور افغانستان و ایران چقدر ما رو درمانده کرده انگار هیچ چیزی جواب نمیده هیچ چیزی در کنترل ما نیست وقتی این حس رو در خانواده در زندگی شخصی در این ملت افغانستان و ایران چه اتفاقی میفته قوت ما تحلیل میره وقتی قوت ما تحلیل بره تشویش نگرانی ناامنی میاد ولی خبر خوشینه عزیزان که قوت قیام مسیح امروز در دسترس ماست و قادر به ما استقامت بده قوت بده که تا مقصد نهایی رستگاری و آزادی با قوت قیام او نه در جا بزنیم نه پاهامون مثل مرتدا و عقب برگرده بلکه به پیش بریم آمین سومین تاثیر قیام خدا و احیا و باستازیه. عزیزان گاهی تنش ها فشار های گوناگون ها گون، انقدر عرصه رو به ما تنگ میکنه چنان روح جان ما رو شکسته میکنه ما نیاز به احیا داریم شما ندارین عزیزان چه بسیار زمان ها به خاطر اشتباهات خودمون چه احساس شکستگی و تخصیر میکنیم نیست مخصوصا ما ایرانی ها از بچگی شنیدیم آب ریخته رو نمیشه جمع کرد خود کرده را یخته تدبیر نیست قدرت قیام مسیح عزیزان میتونه امروز پتروس های شکسته شرمسا رو احیا کنه بازسازی کنه نه فقط همین بلکه از این پتروس های شکسته و لرزان مثل یک ستون مرکزی برای پایگاه خودش پاتشایی خودش بلند کنه آمین و قوت قیام مسیح آب ریخته رو میشه جمع کرد برای خود کرده ها که خیلی از این اشتباهات و گناهان کردیم و میکنیم ولی برای خود کرده ها از آن فراوان هست دل تو پر از شک گذاری باشه در خداوند و چهارمین تاثیر امیده از امیدهای امید این دنیا وقتی به ما میده چقدر زود گذره چقدر فانیه ولی امیدی که مسیح به ما میده زنده است پویاست فساد ناپذیره امیدی که نه فقط این دنیا جون به ما میده قوت میده بلکه در جهان آینده نیز در دسترس ماست چرا چون مسیح بالفعل از مردگان برخواسته چند سال پیش یه تحقیقات خیلی وسیعی در دانشکده آمریکا دانشکده پزشکی آمریکا کردن. راجب به 2500 نفر اسیر جنگی اسیرانی که زیر بدترین شکنجه ها غذاهای ناکافی فشارهای روح و روان سنگینی این اچاف هایی که بر اونا میشد ولی محققین به این نتیجه رسن اونهایی که زیر فشارها دووم آوردن اونایی که با استقامت و پایداری ادامه دادن افرادی بودن که این امید در قلب اونا بود امید داشتن به بیانی استقامت ما در تجربه هایی که در کلیسا میاد تجربه های رنگ و رنگ جزرومت های متفاوت فراز و فروت هایی که هر لحظه تجربه می کنیم عزیزان ایستادگی ما بستگی به امید داره و این امیدی که خداوند ما میده هرگز ما رو شرمسار نمیکنه اگه امروز امید داری تو شرمنده نخواهی شد چون محبت خدای پدر در این لحظات سخت به واسطه روح القدس در ما جاری میشه و این امید به ما قوت میده که جلو بری. آمین سوالی میخوام از شما عزیزانم بکنم که کمی چالش برانگیزه منبع و پایه امید تو امروز چیه؟ عزیز جانهای من منبع و پایه امید تو امروز چیه؟ امید خودت رو چی گذاشتی؟ رو کدوم انسانی؟ رو کدوم والا مقامی؟ رو کدوم دانش و اندوخته های خودت آیا امید تو معتبره؟ آیا امید تو معتبره؟ قیام ایسای مسیح خدا و امروز زفرمندانه اعلام میکنه که برای دردمندان، برای دردکشان، برای فرسودگان امید هست عزیزان در هر شرایطی باشه که در این لحظه خدای امید در این لحظه همین الان شما رو از کمال خوشی و سلامتی در ایمان لبریز کنه پر کنه تا چی بشه؟ تا به قوت روح القدس در امید در امید عزیزم میتونیم تکرار کنیم در امید در امید افزوده بشین اینو من نمیگم کتاب رومیان باب 15 آیه 13 اینو اعلام میکنه یه موقع شاید سه ماه چهار ماه فقط این آیه رو من باید نشخار میکردم و اعلام میکردم تا امید یک بار دیگه امیدی که در قوت قیام در من زنده بشه و پنجمین تاثیر قیام نه فقط حیاتی وافر میده نه فقط قوتی آسمانی میده عزیزا نه فقط احیای مجدد باستازی میکنه اون روح و روان شکسته ما رو نه فقط امیدی پویا و ناپج مرده در زندگی های ما به ارمغان میاره بلکه پیام رستاخیز خداوند برای شمایی که عزیزان الان اینجا هستیم و داریم میشنویم و هنوز قلبتون به عیسی مسیح خداوند ندادیم هنوز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان منجی در قلبتون نپذیرفتین پیام رساخیز ایسای مسیح پیام نجات و آزادیه آمین آزادی به خصوص رهایی از روح ترس از روح مرگ مخصوصا در این بحران هایی که پیش اومده چقدر روح ترس چقدر روح مرگ از در کشور افغانستان ایران داره ارزا اندام میکنه داره قدرت نمایی میکنه و بسیاری از انسان ها چون با چشماشون دیدن شنیدن از مرگ میترسن و خیلی جالبه اولین کلام عیسی مسیح بعد از رستاخیزش خطاب به شاگردانی که هم مرگ میترسیدن و خودشون قایم کرده بودن پشت درهای بسته از ترس یهود نترسید نه نترسید نه از خدا میدونه که مشکل اصلی انسان بدون مسیح ترس از مرگ، ترس از زاوریه ترس از فشار قبره نیست از آن. و این پادشاه فاتح و قیام یافته ما بزرگترین دشمن بشر یعنی مرگ رو به زیر کشید و خودش میفرماید خودش اینطور میگه که هر کی سخنان من رو بشنود و ایمان آورد در داوری نمی آید عزیزان نمی آید انگار یه معلمی شاگرد عزیزشو رو بکشه جلو بگه ببین در گوشت میگم بین خودمون باشه خدا رو شو که عیسی مسیح فریاد زد در دنیا فقط این معلم بگه ببین میخوام یه چیزی بهت بگم شاگرد عزیز من خیلی من دلم میخواست اینو بشنوم و هیچ وقت نشنیدم بدون امتحان نهایی قبولی بدون امتحان نهایی قبولی بدون فشار قبل وارد ملکوت خدا میشی اصلا این زیبا نیست این شادی بخش نیست انجیل یوحنا باب 11 آیه 25 عیسی میگه من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد که بدون مسیح همه داریم مردگی میکنیم ولی عیسی مسیح میگه زنده میشه دوباره زنده میشه اگه زنده باشه پر حیات میشه فکرشو بکن عزیزی که داری میشنوی اگر از آنچه که تو در این لحظه می ترسی تو رو پر از ترس کرده مخصا در این وقایعی که در افغانستان و ایران داره پیش میاد داری می بینی داری میشنوی فقط فکرشو بکن برای یه لحظه انگار یه کسی تمام ترس‌های تو رو تمام اون روح مرگ و وجود تو بیرون بکشه چه احساسی داری عزیزان چه آزادی پر جلالی رو تجربه می باور کنین باور کنین چی میگم صدام از جای گرم در نمیاد من اینو با, با, تمام وجودم تجربه کردم پر از ترس پر از نگرانی یادم سه تا صبح قرص میخوردم سه تا زور میخوردم سه تا شب میخوردم و دکتر به من گفت تو سه ماه خواب مصنوعی به خاطر اون چیزهایی که در حکومت تجربه کرده بودم فقط من نمیدونم باد از کدوم ور وزید من نمیدونم فقط مثل نیقودیموس میتونم بگم کور بودم بینا شدم من نمیدونم اون قرصا به کدوم ور رفت من نمیدونم این ترسا این همه نگرانی افسردگی کجا رفت به جاش پر شجاعت و دلیری برای خداوند بودم از صبح این فیلم یک کیلویی رو تو کیفم میذاشتم دعا میکردم سرود میخوندم و تو بیمارستانه و تو تاکسی ها فقط انجیل خداوند با فیلم عیسا رو پخش میکردم از کجا عزیزان از کجا این همه حیات این همه امید این همه شادی به جای اون همه درد و ناله و موه کردن از کجا میاد از کجا اومد از کجا اومد رومیان جواب ما رو میده باب ده های نو اگر به زبان خود اعتراف کنی و اگر در دل خود ایمان بیاری که عیسی مسیح خداوند خدا او رو از مردگان برخیزانید. حالا با کلام میگم به زبان خودت اعتراف کنی که عیسی مسیح خداونده و به دل خودت ایمان بیاری که او از مردگان برخواسته تو نجات خواهی یافت آمین اگه هنوز با عیسی رابطه زنده ای نداری مهمان عزیز عزیزی که اینجا نشستی فقط میتونم به تو بگم با جرأت و ایمان که اتفاقی نیست این دعوتی از طرف خدا که روی این صندلی نشستی و این دعوتی از سوی خدا که داری این پیام نجات بخش رو میشنوی اگر هنوز قلب تو به عیسی مسیح خداوند ندادی امروز بیا هیچی رو از دست نمیدی عزیزان هیچی رو تو ایران بود میگفتم به شرط چاقو هندونا ها رو می به شرط چاقو چیزی رو از دست میدی یه تیکه بر می داشتیم اگه شیرین بود می خریدیم نیست اگه نمینداختیم تو سطل به شرط چاقو و ایمان دارم ایمان دارم اگه خداوند عیسی مسیح رو بچشی مثل داوود یک روز خواهی سرایید که برای خداوند انتظار بسیار کشیدم تا به من مایل شد من اگل لجن گناه بیرون آورد و نه فقط بیرون آورد ول کنه این مذهب پیامی رو بده بلکه پاهای من رو, رو روی صخره گذاشت پاهای من رو روی صخره گذاشت نه فقط روی صخره گذاشت و رها کنه بلکه سرودی تازه و قلب و جان و وجود من سراییت روح القدس سرایی سرودی تازه بر دهان من گذاشت سرودی تازه زندگی های تبدیل شده سازهای نوح گری که به ساز شادی و نغمه های خوشتنین شک در قلب های ما تبدیل شده عزیزان میخوام هم برای عزیزانی که قلبشون به عیسی مسیح ندادن در این لحظه دعا کنم میخوام چشماتون رو ببندین. هم برای کلیسای خداوند که هنوز اقتدار مقتدرانه کار عظیم خداوند رو در قیام برخواستن ایسای مسیح خداوند نچشیده تجربه نکرده و خیلی موقع ها به جای اینکه با قدرت و اقتدار و امید جلو بره مثل ورشکسته ها زندگی میکنه چشمای خودمون رو میبندیم ای خداوند شکرت میکنیم که تو دو هزار سال پیش روی زمین اومدی و جریمه گناهان ما رو دادی اون گناهانی که هرگز هرگز با هیچ صدقات با هیچ کارهای انسانی قادر به پرداختش نبودیم که امروز تک تک ما که گیانبار و رو خسته ایم با آغوش و آغوش امن تو پناه بیاریم تک تک ما که فکر میکنیم خوشبختیم فکر میکنیم حیات داریم فکر میکنیم با راهکارهای انسانی میتونیم ای یک کمی نفس بکشیم کسانی که پر از احساس تقصیر هستیم افرادی که پر از فروپاشی عاطفی هستند، و فقط لبخندهایی به صورتشونه ولی دلشون پر از درده به آغوش امن تو پناه ببرن و بچشن و ببینن که تو در عیسی مسیح حقیقتا نیکو هستی از این دعا رو میکنم عزیزانی که میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح بسپرن این دعا رو با من بکنن اعتراف میکنم خواهش میکنم چشمای خودتون رو ببندیم و متمرکز این پیام، این دعا بشین اعتراف میکنم که شخصی گناهکارم ایمان دارم عیسی مسیح که به خاطر گناهان من تو مردی و به خاطر اینکه منو جلوی پدر عادل بشمری از مردگان قیام کردی امروز میخوام اعلام کنم که تو زنده و مقتدر هستی و همینطور میخوام اعتراف کنم که شخصی گناهکارم و میخوام به قوت روح القدس که چشمای من از هر عینک سیاه مذهب از هر مقاومت انسانی نجات میده اعلام کنم که میخوام از تمامی گناهان خودم توبه کنم و به یاری روح القدس خودم رو به تو بسپارم و مطابق با اراده ای تو تو رو پیروی کنم تقاضا میکنم ای خداوند تقاضا میکنم اگه این پیامی که شنیدم حقیقتا حقیقت داره اگه از تویی که داره در قلب منو میکوبه که این قلبی که به خاطر سختی ها و آسیب ها و روح مذهب سخت شده نرم بشه اگه حقیقت داره در این لحظه در نام عیسی مسیح به من خلقتی نو عطا کن در نام عیسی مسیح آمین و همینطور برای کلیسا دعا میکنیم عزیزان با چه بستن چشماتون و آمین گفتن در قلبتون این دعا رو همراهی کنید این دعا در قدرت نام ایسا داره انجام میشه و با اتحاد همدیگه دعا میکنیم که روح قدوس الهی همین الان دعای پولس رو در ما انجام بده چشمای دل ما رو روشن کنه چشمای دل ما رو روشن کنه روح قدوس تو به اون عمل مختدرانه تو چشمای ما رو چشمای منو روشن کنه چشمای کلیسا رو روشن کنه که به عمل مختدرانه تو در قیام عیسی مسیح پی ببریم ای خداوند و کلام تو رو نبوت تو رو که در زکریا نمیدونم باب دوازده یا ه که گفته روزی خواهد آمد روزی خواهد آمد روزی خواهد آمد که ایمان دارم از روزی شروع شده که عیسی مسیح قیام کرد که ضعیفترین فرد در میان قوم خدا مثل داوود قوی خواهد شد و اونهایی که قوی هستند در روح مثل فرشتگان خداوند در اقتدار خودشون در اقتداری که خدا میده خواهند درخشید ای خداوند این دعا این نبوت دعایی که پولس کرده دعاهایی که شده حق قانونی کلیسای توست دعا میکنم ای خداوند که در قوت قیام تو خداوند این حق قانونی خودمون رو بشناسیم و اون رو به کار ببریم آمین در نام قدوس ایسای مسیح آمین در نام قدوس ایسای مسیح